سپنج بالا بند برکت تقشان اخشمند به دخترها سمرغند چیز میکسیم کنی با سپنج کنم نظر نشی بند کنم خبر رشی مستر یک دلار بخشیش بیاد اگه مستر یک دلار بخشیش very good thank you. من وقتی از پنشیر به کابل آمدم 5 سال داشتم و برای اولین بار ملاقات من با سینما با دیدن فیلم لورنس عربستان بود. کنجکاوی کودکانی من بود که همه صحرا و همه آدم ها و اسب ها و حیوانات چگونه در یک پرده چیز میگنجن. از کجا شدن اینا؟ دوروبر میچرخیدم که از کدام ور آمده تا دیدم که یک پنجره کوچکی است که نور ازش میتابه. بعد از اینکه هفته ها پدرم مجبور می ساختم که مرا به سینما ببره، بالاخره پیدا کردم که یک اتاقی هست که درش پروژکتور است و کسی هم به عنوان پروژکشنست و من یکی از آرزوهایم بود که پروژکشنست باشم. و از کتیای پدر لباسشویی دریا اون زمان برف برای خودم سینما ساختم با استفاده از نور آفتاب و آینه و عدسیه و اینا تا ای که تانستم بالاخره تصویر حرکت بتم. زمانی که تصویر گرفتم که به این همه تصاویر صدا بتم و دیالوگ تصویر گرفتم باید بنویسم چیزی و عقبش موسیقی. تازه متوجه شدم که تنها سینما تکنیک نیست، این جعبه و این آفتاب و نور آفتاب و عدسیه و اینا نیست، چیز ورای ازی هست، تراویشی از ذهن انسان، آنچه که در درون آدم اتفاق میفته. مستر مرا چی میکنی؟ مرا فیلم برداری میکنی؟ اون زنها را فیلم برداری کن، مرا چی میکنی؟ حال طالبان بیای اگال پرد خود در ایران بانی. با آمدن طالبان روی قدرت مجبور شدم با خانواده و بخاطر موازی بسیار زیادی مثل پیدا کردن یک جای برای کار و معیشت رفتم پاکستان و علقی از دوستان سینماگر و بچه هایی که تئاتر کار میکردن با خود داشتیم. خب تصمیم گرفتیم برای اینکه دور نباشیم از فضا و محیط خود ما، از دنیای خود ما، فیلم کوتاه بسازیم. من دنبال سوژه بودم و قصه های زیاد را شنیدم، ولی آنچه مرا واقعا منقلب ساخت و حال به دگرگون کرد یادداشت کوتاهی بود از یک مدیری یکی از دبیرستان‌های زیرزمینی زمان طالبان که از زندان طالبان بیرون آمده بود و داستان خودش تعریف کرده بود در یادداشت. دختر بچه‌ای بوده که می‌خواست مدرسه بره، ولی متأسفانه بنابر عواملی که طالبان به وجود آورده بودن تصمیم می‌گیره خودش در هیئت پسرانه در بیاره، موهایش قیچی می‌کنه، لباس پسرانه می‌پوشه و میره، ولی زود هم کلاسی‌هایش و هم صنفی‌هایش ایره لو می‌تن و همه می‌دونن که دختر است. بیا بالا برای. بیا بالا برای، بی غیرتی نکن، تو را میگم بیا برای. بالا بیا. یک روز وزیر فرهنگ به من زنگ زد گفت که برمک میفهمی که امین جان نشسته آقای مخمل باف. محسن از من پرسید که چرا فیلم تا نمیسازی و من گفتم که متاسفانه تهیه کننده نداریم. تعریف کردم داستان اسامه را. محسن واقعا شوک زده شده بود، گفت برمک من حاضر هستم $100,000 به تو بتم که فیلم آغاز بکنی و اگر فیلمت فروش کرد تو $100,000 رو به من برمیگردانی و اگر نشد روی هم دیگر رو میبوسیم به یک چیز دیگه فکر میکنیم. واقعا من مدیون محسن مخمل باف هستم در این زمینه، با پیگیریش، با حمایتش، با آوردن گروه فیلمبرداری خودش از ایران. البته یک تجربه بسیار بسیار شیرینی بود. چطور هستی؟ خوب هستم. بیانم دخترکت خوب است؟ یعنی بچگک دخترم است. بخورک داخل پس خانه. سینما ایران یک از تاثیرگذارترین سینماها بر جریان سینما و فیلمسازی در افغانستان بوده. یعنی مایی که به حساب همیشه با فیلم‌های هندی و با اون فیلم‌های بالیوودی رقص و آواز و اکشن و اینا
یک بار رخ دیگری از سینما را هم دیدیم و گفتم میتونم که سینمایی که ما مخصوص در دهه 80 میلادی زمانی که شوروی ها حضور داشتن در افغانستان تولید فیلم یک مقدار ثبات داشت و حداقل سالانه 5 تا 6 تا فیلم ساخته میشد. کارگردانایی که در اون زمان فیلم ساختن تأثیر پذیر از سینما ایران بودن. متاسفانه سینما نتانسته تا حال راه خودش، فضای خودش و مکان خودش در افغانستان تثبیت بکنه. مردم آنقدر بیچاره هستند که بیشتر به فکر نانند تا به فکر دیدن فیلم، گرچه نیازشان است. کلاگ کای بچگانی تا بکش، کلاگ دخترانی تا بپوش، برو که بریم اونجا کار کنیم. برو.